به نام خداوند جان و خرد، ببخشید باز هم عرض کردم که من شروع کردم، این دومین هفته هستش که در خدمتتون هستم و تو کانال یوتیوب من هم برنامه رو میرم، این لایو رو میرم، لذاست که عذر میخوام و وقتی که صحبت میکنم نگاهم به بالاست، نگاهم به اینجاست، به این علته که در خدمت شما باشم. برخی از هموطنان از یوتیوب ما رو دنبال میکنن، لذاست که در خدمت شما هستم و در کانال یوتیوب من کیومرث صالح نیا یه چنلی باز کردم که میتونی شما عزیزان رو ملاحظه بفرمایید. اما اینجوری آغاز بکنیم، با عرض سلام خدمت شما بزرگوارا، خدمت شما عزیزا و خدمت شما هموطنان عزیزی که به دنبال این هستید که یک سری حقایق رو از زبان من بشنوید و دنبال بکنید کار رو به روایت من. هیچ ادعایی هم ندارم که بنده درست میگم یا حرفی که میزنم حجت، خود شما باید تصمیم بگیرید که کدوم رو میپسندید. لذاست که بر شماست که تصمیم گیر باشید. هیچ اصراری بر این ندارم که من درست میگم. دیدگاه من هستش، میتونید فکر بفرمایید. برای اینکه در این دنیای مجازی که این روزها داریم، من عرض ارادت دارم همه خدمت همه بزرگوارا و لطفی که شامل حال من میکنید و به همراه من هستید در اینستاگرام، فیسبوکم فعلا نمیرم، لینکشو میذارم در فیسبوکم و اونجا میتونید اگر اینستاگرام مثل هفته پاک نکرده باشه که اون وقت از یوتیوب این رو خواهم گذاشت، اونجا ملاحظه بکنید. اگر اینستاگرام که با دسیسه هایی روبرو شده دچار مشکل بشه. سلام خدمت همه شما عزیزان دارم، خدمت شما نازنینان دارم، بزرگوار هستید و از محبتی که من دارید تشکر و قدردانی میکنم. انتظار دارم که کانال یوتیوب بنده رو هم لطف بفرمایید و حمایت و ساپورت بکنید، کیومرث صالح نیا، و ممنون میشم که چون این کانال جدید است، هفته یک بارم فعلا نمیرم تا ببینیم خدا چی میخواد، آیا برنامه ریزی بتونم بکنم، توانش داشته باشم که این کانال رو فعالتر از این بکنم. برای اینکه روزگار عجیبی شده، بذارید با یه خورده با گله و گله گذاری من شروع بکنم یه 4-5 دقیقه و بعد هم خدمت شما عرض بکنم که قضیه چیه. میکروفون دارم ولی فکر کنم صدا رسا هست. عرض به حضور شما که و شما میتونید راحت صدا رو بشنوید. نزا اجازه بدید فعلا اینجوری بریم، وگرنه میکروفون دارم. اما عزیزان دلم، این روزها که موبایل هست و حق آزادی داده شده به این که هر کسی بتونه استفاده بکنه به جهت تکنولوژی که هستش، لذاست که بازار خیلی شلوغه. آقای نجفی میفرماین که صدا کمه، نمیدونم شما هم صدا رو کم میشنوید، اگر اینجوری هستش من بلندتر صحبت بکنم و صدای من چون فاصله داره جلوی من یک کامپیوتره و بعدش هم خدمت شما بایستی عرض بکنم که این دوربین موبایل است و نمیدونم چیه، حالا تلاشمو دارم میکنم. آقای طولیده میگن صدا خوبه آقای نجفی، آقا پوریا میفرماین صدا خوبه. یه خورده آقای تزرج میفرماین که صدا خوبه، اما آقای ملوانی 55 میفرماین که صدا کمه. نمیدونم، چون برخی از دوستان میگن صدا خوبه، محسن خان فرهادی و سایر دوستان میفرماین صدا خوبه. اجازه بدید همینجوری دنبال بکنیم، حالا ببینیم کار به کجا میرسه. هنس فری دارم ولی نمیخوام استفاده بکنم. امیدوار هستم که صدای من به گوش شما برسه. من باید دوربین بخرم برای یوتیوب و به زودی این کارم خواهم کرد و اون وقت شما تصویر بهتری رو خواهید دید. حالا برنامه دارم برای یوتیوب که اگر خدا بخواد بتونیم ما یه کارای
خاص بکنیم. مرسی آقای برازش، مرسی آقای حسین دهقانیان شیش. حضور شما عرض شود که این موبایل باعث شده که یک سری کاسب که مرسی آقای احمد ابراهیمی 9903 یک سری دوستان بیان و باند بازی را بندازن. یعنی طرف اومده 5 تا کانال باز کرده، به 5 نفر داده، متن رو چپ و راست این ور اون ور میذاره. سلام آقای سامیار پرسپولیس، سلام آقای امرضا شاه. حضور شما عرض شود که و اینها جفسازی میکنند، اینها بدون هیچ گونه دانشی خط رو میگیرند و فضا رو گلالود کردن، 4 تا فوتبالیست قبلی رو هم میارند و یهو دیدار از این صفی آهایون وحشتناک میشه، برای اینکه 20 تا 30 تا اینها صفه دارن، هماهنگ عمل میکنن، دستاشون با همدیگه هستن و اینها با همدیگه دستشون توی کاسه است. حالا صالح نیا هم قربون شما برم آقا مسعود، ام اس مسعود، صالح نیا هم یه صدا هست و تنها حرف میزنه برای اونهایی که مشتاق هستن که بدانن واقعیت چیه از دیدگاه خودش. یه وقتایی دلگیر میشم، یه وقتایی خسته میشم، یه وقتایی میگم برای کی میکنم، برای این جمع کوچولو که خودشون ماشاءالله استادتر از من هستن، بهتر میدونن غذایا رو دنبال میکنن، علمشون بالاست، توجهشون بالاست، وگرنه نمی اومدند پای حرفای من بشینن و منی که خلاف جریان آب دارم صحبت میکنم، خلاف جریانات دارم صحبت میکنم. آقایون سینه چاک آقای علی دایی هستن، من آخه به کی بگم؟ علی دایی انسان قوی و قدرتمندیست، ورزشکار نمونه ای بوده، ولی هیچ ربطی به بکراندش نداره. 2006 رو به خاطر دارید؟ خب چجوری برخورد کردن فوتبالیستا؟ چجوری داستان ها به وجود اومد؟ چرا محبوب نبود؟ خب چرا ایشون یهو با افت محبوبیت روبرو شد؟ چرا گرفتاری براش به وجود اومد؟ چرا وقتی رفت پرسپولیس نتونست دووم بیاره، پول پرسپولیس رو به اجرا گذاشت؟ خب نمیشه به مردم گفت من همراه شما هستم اما رفتار من جور دیگه باشه. نمیشه میلیاردر باشی و بفرمایی که من در کنار مردم هستم. خب لذاست که این داستان ها پیش میاد. حالا من خلاف آب و بر مبنای تفکرات خودم صحبت میکنم. یکی برای من که دوستان نوشته بود که آقا چرا شما گفتید آقای آجلو رئیس فدراسیون میشه و ایشون رئیس فدراسیون نشد. خب من چیکار کنم؟ ایشون نشد، 1000 تا برنامه داره. آدمای سیاسی که مثل من و شما که نیستن، که من و شما ورزشی هستیم، شما خاطرات ورزشی رو دوست دارید، تشریف میارید و با من همراه میشید. شما منفعت از ورزش نمیبرید، شما پشت صحنه ندارید، شما گرفتاری های باند بازی ندارید، شما با تسبیح روی نیمکت فلان تیم ننشستید، شما نیامدید خبرنگار بزنید، شما نیامدید از هر سفرتون استفاده های آنچنانی بکنید. شما عاشقان فوتبال هستید، شما به دنبال حق و حقیقت هستید، حرفای من میشنوید، حرفای خیلی از دوستان دیگر هم میشنوید، صحبت های فوتبالیست ها هم میشنوید. اما کدوم فوتبالیست؟ بازیکنان دهه 80 حالا شدن 90، حالا شدن برای ما پیشکسوت. طرف نرسیده دیپلمش بگیره، حالا شده پیشکسوت. طرف نرسیده کلاس مربیگری بره و بعدم که فوتبال ول کرده، سلام آقای حمیدرضا سفری عزیز، نرسیده و حالا داره عرض به حضور شما که اظهار کارشناسی میکنه. دوستان صدا و سیما هم که منافعشون دیگه برای همه شما مشخصه دیگه، وقتی رامبد جوان میگه که من خودم با دست خودم حذف کردم با مشورت آقای کدوم آقایون، تو تهیه‌کننده برنامه به خاطر اینکه پولتو بگیری، اصلا مهم نیست که مردم چی میگن،
میای اسم وریا غفوری رو حذف میکنی. شما اسم مدیر 13-14 سالتون رو حذف کردید، در کمال وقاحت صدای منو در آوردید، دادید به آقای کوتی که بشینه و ایشون محبت های من و اصلا آوردنش به تهران رو و چجوری ایشون رو من در پروبال زدم و چجوری کوتیش کردم، چجوری جواد خیابانی رو به وجود آوردم. عزیزان مهران مدیری و نمیدونم آقا رضای عطاران و آقای رادش و آقای لولایی و آقای آقاخانی رو اگر صالح نیایی نبود و تفکراتش نبود امروز شما اینجوری میشناختید؟ اینجوری اقبال برنامه سازی داشتند؟ اینجوری میتونستن مطرح بشند؟ صالح نیا کنار فعالیت ورزشیش عشقش بود، میگفت جامعه ما غمگینه، میدید مردم گرفتارند، میدید لبخندی بر روی لب مردم نیست. زودتر از همه به فکر افتاد یه تیمی رو که در پرواز 57 به وجود اومده بودند فرد داشتن پخش می شدن جمع بکنه، علی سمنانی بیاد، آقای پورنجاتی بهش اجازه تهیه کنندگی نده، بیاد و ساعت خوش بشناسه. و امروز شما مهران مدیری می شناسید، رضا عطاران عزیز و ارزشمند رو می شناسید، سعید آخانی رو می شناسید. اگر صالح نیا نبود، مهران غفوریان و بیژن بنفشه‌خواب و حسین رفیعی که در جنگ 39 مورد اقبال قرار نگرفته بودن که لبخند سومی درست میکنه، کنارش جواد رضویان هم میاد و مطرح میشه. صالح نیا این کارا رو کرد، موزش هم بهش دادن. اما این روزها 4 تا صفحه مجازی فرزندان خلف باند مافیای مطبوعات که در دوره استاد بزرگشون، استاد بزرگ فراماسونرشون اینها آموزش دیدند، این روزها فضای زرد رو خب در اختیار دارند. اینها به راحتی یکی رو زمین میزنن، به راحتی یکی رو میبرن عرش اعلی. بله قربونه تو برم، ساعت خوش و حامد خانه مهریاری، بله من درست کردم، قربونه شما برم، ساعت خوش شد منبع گرفتاری ما. نعیمه نظام دوست کیه آقا؟ نعیمه نظام دوست اصلا جزء تیم من نبود، ایشون گهگداری بچه ها لطفی داشتن یه تیکه تصویر بهش میدادن. نعیمه نظام دوست نداشتیم ما. شما ببینید خانم هاشمی اغلب بازی های خانوما رو انجام میکرد و یه خانم دیگه که بعد رفتن خارج باز برگشتن. ببینید عزیزان من، بله آقای یوسف صیادی بودن، آقای غفارمنش عزیز بودن، خیلی از دوستان بودن. اینها استعدادهای بالقوه بودند که این استعدادهای بالقوه رو دوربین میخواستن، آنتن میخواستن، جمع شدن دوره هم میخواستن. ارجنگ امیر فضلی عزیز بود، داریوش و موفق عزیز بود و خیلی از بچه های دیگه، آقای مختار سایقی بود و اینها شفیع جمع بود. حتی خیلی هاشون من دلخور بودن، من چیکار بدی براتون کردم؟ من پولتون رو به موقع به تهیه کننده میدادم، تهیه کننده بله مرحوم داوود اسدی. خب تهیه کننده اگر نمیداد داستان چیز دیگری بود. حالا چون ایشون به رحمت خدا رفته من نمیخوام پشت رفیق خودم حرف بد بزنم، اما الان تو شرایط فعلی خط و خطوطی بر رسانه های مجازی ما حاکمه. اصلا دیدنی ها میذارن اصلا یاد من نمیکنن. اصلا صالح نیا دیدنی ها نه چیکار بود؟ صالح نیا مدیر دیدنی ها بود. بعد از خدا رحمت کنه آقای باخش سرا مدیر دیدنی ها من بودم، آقای جلال مقامی تشریف دارند. حالا منت رو کسی نمیذارم. میخوام بگم که جالبه برای من که این فضای مجازی به اونهایی که بیمایه ترند و این فضای زرد رو در اختیار دارند بیشتر توجه میکنه و خب آدم دلش درد میگیره، میگه برای کی من حرف میزنم؟ برای خدای نکرده اسای ادب نشه، من برای کی دارم تلاش میکنم؟ من که منفعتی ندارم. استوری میزنم طرف میاد با من یه جوری برخورد میکنه مثل اینکه من جز اون فضای زرد هستم و منفعت دارم. نه آقا، من جز اون فضای زرد نیستم. من صفحه ای دارم، صفحه شخصی منه، دوست ندارید
تشریف ببره جای دیگه، تشریف ببره جای دیگه. آقای پژمان راهبر، آقای علی عالی، آقای حسین قهار و هم صالحم، آقای فیض بخش، اینها باند شستن رو سر کرده. اینها آقای شاملوه، باند ورزش سه و اوستای همه شون هم آقای لارودی. البته آقای لارودی دیگه توانی الان بنده خدا نداره، خدا حفظش کنه، هرچه بود تموم شد. ولی اینها تخم لقی هستن که گذاشته شدند و آدم احساس میکنه آقا برای چی داری صحبت میکنی؟ تو که درآمدی نداری، تو فوتبال رو دوست داری، تو که برای صدا و سیما نرفتی سراغ فوتبال. چه شفا که توی خانواده ورزشی، مرحوم جواد سالنیا پدرم، مرحوم رضای سالنیا عموی بزرگ من، بهمن خان سالنیا که این روزها آلزایمر داره و حال خوشی نداره، فرامرز خان سالنیا که عمل بایپس انجام داده، به واقع پایگزار ملوان باید سربازشون بود، تو شهر ما از آقای فرامرز سالنیا اصلا یادی نمیکنند، تو انزلی. بعد به من میگن که استاد از شما باید تقدیر بشه. نمیخواد از من تقدیر کنید، برید از نصرت ایراندوست تقدیر کنید، برید یادبود بگیرید از آقای جاوید جهانگیری، برید از این دوستان شما یاد بکنید، از عزیز اسپندار، از غفور جهانی، از علی نیاکانی، از قاسم سلطانزادی، از رضای بیشگاهی، از محمود بیشگاه عادیان، از علی صیاد، از شاپور نوریزاده، از مرحوم فرهاد صیاد مسله، خدا رحمت کنه، سیروس رو میشناسید؟ همش برای سیروس میذارید. اونای دیگه ملوان رو درست کردن، ملوان بهترین تیم شهرستانی در دوران اونا شد. هموطنان عزیزم، هم شهری های من، چرا فراموش میکنید این بزرگانو؟ برید از اصغر زاره تشکر کنید که مازیاری به دنیا میاد، مازیار با خون دل بزرگ میکنه و مازیار ملوان رو نجات میده به همراه پشمان نوری. آقا بذارید من یک چیز خدمت شما بگم. خب اسم یوتیوبم کیومرس، انگلیسی کیومرس فاصله صالح نیا. یه عکسی هم از من هستش که به صلاح در قالب کسی که پیشکسوت فوتبال بوده، کیومرس صالح نیا تو یوتیوب، که اینو من اونجا سیف میکنم و شما میتونید ملاحظه بفرمایید. الان هم لایو داره پخش میشه، اونایی که فیلتر شکن ندارن دارند میتونن برن و دوستانی که خارج کشور تشریف دارن میتونن اینو ببینند. اما خب من یه دستم چی کار میتونم بکنم؟ هیچ کسی هم عزیزان من، هیچ کسی هم همراه من نیست. ممنونم آقای سردار برازش. باور کنید بچه های کیاشهر یا همون حسن کیاده، معرفتی که به خرج دادن بسیار بالاتر از همشهری های من تو همسالی. باور کنید همشهری های من فقط طلب دارند، طلب دارن. چرا؟ آقا من که نیستم که برید یاد بکنید از حسین اغماز، از وکیل منفردها، از عزیز کریم آبادی، از کریم کامیاب، آقای آذرحزین، افتخارات شما بودند، حیدر شنجانی، قدرت شیرازی، اینها زحمت کشیدن. حالا از ملوان انزلی بیاییم بیرون. من میخوام بگم حرفای من در قالب تلاشی است که برای این میکنم که شما آشنا بشید. خب شما آشنا بشید، شما واقعیت ها رو بدونید. این به واقع در جهت ثبت در تاریخه. دو فردای دیگه به حرف من میرسید. همه کاسب شدن به اسم فوتبال، همه کاسب شدن به اسم فوتبال. رامبد جوان نامرد، خب رامبد جوان نامرد اینجوری کار میکنه. فوریا عزیز دل مردم، از محمد مایلی بگیر تا همه اینو گفتن. اما من چه کنم؟ من یک دسته، این دوتا دست تکی صدا نداره.
من سعی میکنم شما را آشنا کنم با دلایل بدبختی ما تا شما بتونید که داستان چیه. نمیشه گفت مثل خیلی از دوستان که سری بچه اومدن تو فضای مجازی و اینها دارن آتیش میزنن، آتیش رو برهم میزنن، نفت اضافه میکنن به این آتش. نه، برای اینکه همون بچه ها دل دارن، همون بچه ها فوتبال دوست دارن، همون بچه ها استادیوم میرن، همون بچه ها عکس قهرمانانشون رو میگیرن مثل همه شما عزیزان. خب و خب حالا خیلی از شما پا به سن گذاشتید، یادتونه که فوتبال ما هاشی نداشت. ما چپ و راست فوتبالیست نمی آوردیم نظر بده راجب این راجب اون. کدوم تلویزیون دنیا میکنه این کارو؟ شما به من نشون بدید TSN، CBS، بین اسپورت، اسکای اسپورت، BBC، نه نمی کنند. میساخ کوچولو و تای کننده نفهمش هستن که برای پر کردن قضیه و آتیش درست کردن و توجه مردم را از مشکلاتی که دارن به فوتبال جمع کردن. همونجوری guide.com میگه، میان بازیکنو میارن که تو نظر بده. پرسپولیسی به نفع پرسپولیس حرف میزنه، استقلالی هم به نفع استقلال حرف میزنه، از سند نفت و سپاهان و ملوان و نساجی قائم شهر و این آدما خبری نیست. شما فقط دقت کنید، آقا بررسی کنید، کاری نداره تلویزیون دنیا رو ببینید. آقا شما برید سایت فدراسیون فوتبال انگلیس ببینید آیا 5 دقیقه تصویر از فوتبال ملی انگلیس هست. برید لیورپول اف سی، برید منچستر یونایتد تی وی، برید بارسا تی وی، برید رئال تی وی، برید تلویزیون آلمان رو ببینید، تلویزیون ایتالیا رو ببینید. آقا نمیارند، هر کی رو نمیارند، ما میاریم. خب ما میاریم به خاطر اینکه میخوایم جو درست کنیم، میخوایم کاسبی کنیم، میخوایم دلالی کنیم. آقا میساقی چیکار است که بره بازیکن ترانسفر کنه و صدا و سیما و حراستش هیچی نکنه؟ آقای فردوسپور میره دیدار با آقای طارمی در بوشهر، برکلا. آقای میساقی هم پا میشه میره قطر، بره با بچه های تیم ملی دل بده قلوه بگیر. آقا بازیکن تیم ملی حدی داره. همینه که امروز بازیکن تیم ملی راجب مربیش اظهار نظر میکنه. آخه کجای دنیا هریکن میگه گرت ساوتگیت باشد یا سام آلاردایس باشد یا پپ گواردیولا باشد؟ شما شنیدید؟ به من بگید، لطف بکنید به من بگید. بنده نادان هستم، بنده نمیدونم، بنده سابقه ورزشی ندارم. شما نگاه بفرمایید و به من بگید. باز هم میخوام خدمتون بگم لطف کنید کانال یوتیوب من و کیومرس سالهنیار رو حمایت کنید. به انگلیسی کیومرس، اسپیس داره فکر کنم بین دوتا اس، سالهنیار. این میتونه سکوی بزرگی باشه برای اینکه من بتونم عرایزم رو بگم و برنامه سازی بکنم، چون در اینستاگرام نمیشه. آقای فردوسی‌پور یه راه رو میره، میساقی یه راه رو میره. فردوسی‌پور همون صندلی نشسته بود که آقای میساقی میشسته. به من بگید فرق 90 با میساقی و این چیه؟ قربونه تو برم، مگه این انتقاد نمی کنه؟ اونم انتقاد نمی کنه. مگه مثلا خب ببینید احساساتی برخورد نکنید. آقا قد بدونید میساقی را هم تو قد بدونید. من از شما خواهش میکنم آقای پیمان یوسفی رو قدر بدونید، همه رو قد بدونید، اما به من نگید میساقی با فردوسی پور فرق میکنه. به من نگید. آقا من دیگه عمرم رو گذاشتم، از من قدیمی تر در ورزش صدا و سیما وجود نداره. حالا اشکال دارید به من؟ خیلی ممنون، من مدیر همه اینها بودم، مدیر همه اینها بودم عزیزم. با هیچ کسم عهد و خوت ندارم. من میگم قدر بدونید، عادل باید باشه، همه باید باشن. حتی آی کوسلی که بنده اصلا میانه ندارم. شما از کجا میدونید آی فردوسی‌پور
عاملش مزدک میرزایی نبوده. آخه نذارید بگم، من نمیخوام عادل زدن، من نمیخوام حرف بزنم. قضیه پیامک ها اگر نبود، آقای وارث 4 سال بودن استاد منه، آقای سلبریتی 59-63، صالح نیا شاگرد استاد وارثه. همیشه عرض ادب دارم، ارادت دارم، رو حرفشونم حرف نمیزنم، اما صالح نیا کارگردان بود، صالح نیا مدیر گروه بود، صالح نیا تهیه کننده بود. مجید خان بنده خدا رو کاری کردن که بره، وقتی ریختن تو خونش، مجید وارث نور چشم منه. من نیومدم اینجا که بگم، همه رو بگم، قربونتو برم آقای 14 آراد، من چی بگم؟ من میگم قدر همین بچه هارم بدونیم، از این بهتر اگر بودن که امروز بودن دیگه. آخه خوب بودن امروزی در صدای ما، خب من چی بگم؟ بذار نگم. من چی گفتم؟ مگه من احمدی نژادم؟ من همینو بلدم قربونتو برم، من همینو بلدم. اونیم که بلدم میگم، و اونیم که صلاح میدونم بگم میگم، برای اینکه من خیر و صلاح مملکت هم میخوام. من فلان خود فروخته نیستم که به ضرر مملکتم حرف بزنم، به ضرر جوانای مملکتم حرف بزنم. شما حساب کنید اون لیگ برتر و قبلا 90 که شروع میشه چقدر جوان نشسته باش، من بیام چهره اینا رو کثیف بکنم؟ نه، من گله میکنم، اینو بچه ها قابل انتقادند، باید انتقاد بشه ازشون، جوانان دارن کار میکنن. همین بچه ها اگر میرفتن تو گروه فیلم و سریال، میرفتن گروه معارف، پول بهتری به دست میآوردن. باور کنید، گول نخورید، گروه ورزش ارزان ترین گروه صدا و سیماست. پس خطر همین بچه ها رو ما بایستی بدونیم، باشون تعامل کنیم، ازشون انتقاد کنیم. دشمنی که نداریم، به خدا اگر من دوست داشته باشم خال به دست آقای میساقی بیفته، پیمانخان یوسفی رو خدا حفظ کنه، این بچه ها فعلا دارن اینو میگذرونن و اینها هستند که براتون اینا رو پروواید میکنن، تهیه میکنن. باز عرض میکنم، خواهش میکنم کانال یوتیوب من و کیومرث صالح نیا رو تبلیغ بفرمایید، خب، و استفاده کنید من بتونم کارهایی رو انجام بدم. حداقل اگر فالوورش بره بالا، حداقل اگر چیزی بشه، شاید $100 بدن 10 هفته جمع کنم یه دوربین بخرم بذارم اینجا که بتونم کار بکنم، بتونم براتون چیزایی رو بسازم که فرق بکنه، دیدگاهی رو مطرح بکنم که فرق بکنه. من نیاز به حمایت شما دارم، خسته تر از این حرفا هستم که بخوام شروع کنم. من 4 ماه دیگه میشم 65 سال، کی قربون شما برم، کی میاد به داد من برسه؟ مجید وارث عزیز دل من، استاد من، مردی که میدونید من چرا عاشق وارثم، او کسی بود که به من اجازه داد من رشد کنم. میگفت کیو بیا گزارش کن. آقا کسی که اجازه بده براش رقیب به وجود بیاد فقط مجید وارث بود، هیچ کی دیگر رو من ندیدم. این یه بله قضیه بود. دومین قضیه این بود، خیلی ارادت من با آقای وارث دارم، ذهنش چرا میپرسید ازش. آقای وارث چرا داشت، هرچند که الان از یه سری چیزایی که انجام داده پشیمون. مجید خان میگه وقتی مردم، وقتی که با کوچکترین حرفهای یک سری آدمهای بی سواد میرن اون ور، خب میبایستی که بهش بگیم خسته نباشید آقای وارث عزیز. آقای وارث عزیز خسته است. آقای وارث عزیز پیر شده، استرالیاست، تنهاست. ما وارث عزیز ثروت ماست، ما اگه او رو تنها بذاریم، صالح نیا رو تنها بذاریم، من به عشق کی حرف بزنم؟ همه تون که دوست دارید، همه هم ببخشید، دور جون شما عزیزان،
همه تون هم صدا و سیما رو نگاه میکنید، هنرپیشه، کارگردان، بازیگر، فوتبالیست که نمه صدا و سیما رو نگاه نمیکن. ببخشید نمیخوام بگم دروغ میگن، میگم خلاف میگن، نگاه میکنند. رادش که عزیز دل منه، خیلی خوش آمدی نصرالله جان، عزیز من هستی، دوست خوب من هستی نصرالله جان، خیلی عزیز هستی، میدونی خودت میدونی نصرالله جان من تو رو چقدر دوست داشتم و دارم، نه تو رو، همه رو دوست دارم. شما مردان ارزشمند هنر ایران هستید. یادت نصرالله جان آقای ارگانی مدیر شبکه 3 مهمونی گرفتیم در لوکیشن امیرآباد که ایشون اومد قبل از شروع شام برگشت گفتش که سلام آقای غفارمنش عزیز، برگشت گفتش که امیدوار، تو صحبتایی که کرد گفت امیدوار هستم که یک روزی شما بشید مشایخی، شما بشید عزت الله انتظامی، شما بشید نصیریان، و شما شدید آقا نصرالله، نادر سلیمانی عزیز، سعید آخانی عزیز، رضای عطاران عزیز، شما شدید، درود به شرفتون. ما چیزی نمیخواستیم از شما، دیدید که سریال اومدیم ما هم کار کنیم، به 3 شماره هم من گرفتن آقا نصرالله، برای اینکه صالح نیا باندباز نبود، صالح نیا جناحی نبود، صالح نیا خطی نبود، صالح نیا برای کسی خب تبلیغ نمیکن. حالا اجازه بدید، اما هنرمند بود آقای مشایخی. بعد کهولت سن، من خودم نگاه کنید پستای منه، من یه پست باش برخورد کردم، موقع جایزه دادن حمله کرد با آقای انتظامی و من برخورد کردم. آقای رضا شهاب، سریال در پناه تو در اتاق بغل من، فیلم سریال، من و فیلم سریال با هم چسبیده بودیم، داشت ساخته میشد، منتها من در اون دخالتی نداشتم، قربون تو برم، من دخالتی نداشتم. حالا میخوام گله خودم رو تموم بکنم برم سر اصل قضیه، یعنی فوتبال و روزهای پرآشوب و سیاهی که ما داریم. ممنونم آقای شیوا، امیرخان شیوا. این فضای مجازی و دستهایی که پشت پرده با هم هستن و از صفحشون پول در میارند، من اسم نمیخوام ببرم، آخه چند تا رو گفتید، من گفتید که چرا اینو نمیگی، آخه من چی بگم، این آقا خودش فروخته، تو رادیو هستش، مسئول رسانه‌ای تیم ملی امیده و براش همه چی جدیده و ایشون احساس میکنه که خیلی خیلی داره کار میکنه. نه اینجوری نیست، تو اگر رسانه رو ازت بگیرن هیچی نیستی، قدرت رسانه وحشتناکه، رسانه اثرگذاره. من یه نکته دیگرم بگم بریم سراغ این داستانا. اول فقط بگم خواهش میکنم کانال یوتیوب منو حمایت بفرمایید، خب نیاز به حمایت شما دارم تا بتونم کار تهیه کنندگی بکنم، تا بتونم یه سری چیزها رو برای شما باز بکنم، با سند و مدرک باز بکنم، خب براتون بگم که چه خبره، بتونم آیتم بگیرم از بچه های مورد تایید من، تصویر بخوام از تهران بفرستن برام، قدرت داشته باشم که پولی بدم تصویربردار بره تصویر بگیره و بتونیم خدمت بکنیم. نوشتن که آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی جدید ایران شد رسمی، دیگه من نمیخوام دخالت کنم. خب ما گشتیم رسیدیم به امیر قلعه‌نویی. چی بگم من علی امیر قلعه‌نویی؟ امیر قلعه‌نویی یک جوانی بود که حرفا رو راجع به ایشون من زدم تو هفته‌های گذشته. خب مرسی آقا پشمان، من واقعا نیاز به حمایت شما دارم در یوتیوب و تبلیغ برای من که بتونم برنامه سازی بکنم، یعنی هفته 90 دقیقه 120 دقیقه برنامه بسازم تقدیم کنم، نه اینکه بیام لایف ها صحبت کنم. شما ببینید گذشته رو، ببینید مرحوم دهداری رو، ببینید بهمنخان سالنیا رو، ببینید اکبر آقای مالکی رو، ببینید رضای وطنقا رو، ببینید علی پروین رو، ببینید
برای شما خیلی چیزا دارم که بگم با تصویر. من نمیدونم رسمی است یا نه، ولی ایشون نوشته بود که رسمی است. دلتنگی من این است که متاسفانه فضای زرد در اختیار افرادی است که این افراد کاسب هستند و اصلا هم به فکر خیر و صلاح نیستند. اگر امیر قلعه‌نویی شده باشه، من بایستی بگم میرشاد کوچولو کارش کرد. این آدم عجب مزوریه، عجب مزوریه. هی این میخوام توهین نکنم، دستم نمیره، ولی مجبور میشم بگم. قربون محبتتون آقای صدیق 1143. ببینید عزیزان من، یک چیزایی هست که بایستی برنامه ساخت. شما ببینید، خب برنامه ساخت، احساس مردم رو در ورزشگاه ها باید ببینید، شور علاقه مردم رو باید ببینید. شما آقای قادری میفرمایند که تمام اخبار مبنی بر انتخاب سرمربی ایرانی دروغ و شایع هستش، چون خود فدراسیون هم گفتش که آقا شایع هستش، دروغ نگیم. اونا دروغ میگن ولی مردم بالاخره شایع پخش میکنن. همینه دیگه آقای قادری. خب همینه که من خسته شدم آقای قادری. من حرف میزنم، دلیل میارم، مردم میرن تو فوتبالیست فلان بی سواد حرف میزنه، مثلا 100,000 نفر میبینن، میگن تلویزیون نگاه نمیکنیم، پستی که میساقی توشی میبینیم آقا 800,000 تو مثلا ویور داشته. خب آخه دیگه آدم خسته میشه دیگه آقای قادری، خسته میشه از این بی‌معرفتی. مردمی که سینه چاک میکنن که 90 با لیگ برتر خیلی فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ شما به من بگید چه فرقی میکنه. من بلد نیستم نوعی برنامه سازیش، قیافه موجودش فرق میکنه. ایشون هم بردارن فردا کسیگی بیارن، باز هم اون آقا همین حرفا رو میزنه، همین حرفا رو میزنه. چرا خودمونو گول میزنیم؟ صدا و سیمای لیمیتی داره. وریا غفوری نباید باشد، مگه فردوسی پور که نه، هر کی دوست دارید مگه میتونه بگه وریا غفوری؟ اجازه نمیدند. پس به من نگید. خب من خسته تر از این حرف هستم. بعدم اینقدر برای من از آقای وحید قلیچ تصویر نفرستید. آقا من اینجور حرف زدن رو دوست ندارم، من این ادبیات دوست ندارم. احترام وحید عزیز که شجاع بود توی دروازه، زحمت کشید برای پرسپولیس داشته باشیم. خب ولی نمیشه. عزیز دلم، درخواست کردید که بیای تو لایف، نمیشه. دوستان میدونن که من اگر بخوام شما رو بیارم لایف ما قطع میشه. شارخ بیانی عزیز رو قرار گذاشتیم که بیاد، نتونستم. الان چون در دبی هستم، آقای تولیده عزیز الان دبی هستم، لذاست که در دبی پروکسیه، نمیشه بالا برد با وی پی ان، بی وی پی ان، هر دوتا رو تلاش کردم. بله پرویز خلیچخانی رو اصلا فراموش کرد، مصطفی عرب رو فراموش کرد، عزیز اصلی رو فراموش کرد، غلام وفاقا رو فراموش کرد، اصلا آقای حبیبی رو فراموش کرد. آخه نذارید بگم، من که دشمنی ندارم با کسی، من میگم قدانی همین بچه ها باشیم. خب اینا هم زحمت کشیدن و دارن میکشن، از اینا حمایت کنیم، اما انتقاداتمون رو بکنیم. اما نیاز به حمایت شما در یوتیوب دارم. کیومرس صالح نیا یوتیوب. همین الان 3 از دوستان دارن در یوتیوب محبت میکنن و میبینند. خب این کانال باید را بیفته دیگه. این کانال را بیفته، دست من خیلی باز میشه برای خیلی برنامه سازی ها. اگه دوست دارید برنامه سازی از کیومرس صالح نیا ببینید، کانال یوتیوب من رو
محبت بفرمایید و حمایت کنید که من بتونم کار رو صورت بدم. دیدن شما میتونه برای من اندکی بودجه بیاره که من بتونم یه سری کار رو انجام بدم. رکو پوسکنده، حالا اگر میخواید حمایت کنید بنده در خدمتم، اگرم نه که ما یواش یواش کم میکنیم و رفع زحمت میکنیم آقایون بشینن ببرن بگن بخورن و و و و کانال یوتیوب من حمایت نشه من میام کنار. بایستی برم کنار. و وقت برای چی میذارم آخه؟ وقت برای چی میذارم؟ خب اینجا اینو ببندیم بریم سر اصل قضیه. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کر از ار نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری مردی. این شعر رو شما بهش فکر بفرمایید. فرض شما قرار بود که محل مردانگی باشه، فرض شما قرار بود که محل ترویج فضائل اخلاقی باشه، تمام صحبت آیون این بود که ورزش قبل از انقلاب فاسده. خب ورزش قبل از انقلاب کی بود؟ علی پروین بود، علی جباری بود، حسن روشن بود، غلام حسین خان مظلومی خدا بیامرز بود، پرویز قلیچخانی بود، همایون بهزادی بود، ابراهیم قاسمپور بود، خدا رحمت کنه ابراهیم آشتیانی بود، مرحوم مجازی بود، منصور رشیدی بود، نمیدونم اون طرف عزت جان ملکی بود، اکبر کارگرجم بود، آندرانیک اسکندریان بود، کارو حقوردیان بود، محمد صادقی بود، مرحوم دانایی فر بود، خورشیدی بود، خلدبری و و و و و سایر باز کنم. خب اینا فاسد بودن، چقدر کتک خوردند، چقدر اسمشون حذف شد. حبیب خبیری گرفتاری داشت، مهدی خبیری مگه الان تو تهران نیست؟ چرا فراموش میکنیم؟ مجید حلوایی رو، حسین کازرانی رو، بیژن ذوالفقار نسب رو، امونسی عبداللهی رو، ناصر ابراهیمی رو، آقای کماسی رو چرا فراموش میکنیم؟ بعد انتظار داریم، بعد انتظار داریم که میرشاد ماجدی نشه رئیس فدراسیون ما. آره وقتی این بزرگان نیستن خب اتوماتیکلی اونا میان. همایون شارقی کجاست؟ اصغر شرفی کجاست؟ به من بفرمایید کجاست؟ جواد غراب بود اما نه در حد این بزرگان، همین حسین آقای فرکی بود، خیلی ها بودن دیگه. غفور جهانی نبود، گل ما رو به استرالیا کی زد؟ غفور جهانی رفت برای گلزنی و ما رو غفور جهانی، جام جهانی آقای روشنزادی عزیز میگفتند. لذاست که شما عزیزان توجه و عنایت بکنید که آقا ما باعث میشیم که خیلی چیزها رو از دست بدیم، ما باعث میشیم، بعدم میشینیم نوع سرایی میکنیم که آقا این چه فدراسیون. بله همین فدراسیون رو دیگه. وقتی بزرگان رو از یک طرف گزینش رد میکنه، از یک طرف اطلاعات فلان رد میکنه، از یک طرف وزارت اطلاعات رد میکنه، از یک طرف فلان رد میکنه، همین میشه شما به کودتایی که علیه مهدی اتحاد شد، خواهش میکنم دقت کنید، الکی نیاد فوش بدید. شما دیدید که من بارها راجع به مهدی تاج انتقاد کردم، اما فرق میکنه اون کسی که انتقاد میکنیم با اونی که از بیخ و بن خائنه، بیخ و بن فریبکاره. خب وقتی که عزیزی خادم کودتا میکنه، میدونید سلطانی فر چه فشاری به مهدی تاج آورد؟ میدونید
میدونید وقتی که انتخاب نشد سری اول عزیزی خادم نوچاش چه قوقایی کردن، برید توی ورزشته نگاه کنید، برید در بیاری نگاه کنید چه حملاتی به مهدی تاج کرد. آقا مهدی تاج بیاد برای من فرق میکنه، علی کفاشیان بیاد فرق میکنه، آره ناصر ماموز بیاد برای من فرق میکنه، مهدی دات کام بیاد برای من فرق میکنه، صفایی فرانی بیاد برای من فرق میکنه، چارت تحصیل کرده ورزشی بیان برای من فرق میکنه. ولی الان شما چپ و راز نوشتید، حمید استیلی یه گل زد داره رانتشو میخوره. خب وقتی ما به این راحتی برچسب میزنیم، به همین راحتی میزنیم کنار حمید استیلی رو، ایکس و ایگرگ رو، شما به من ضمانت بدید عزیزان دلم که حمید استیلی رو بذارید کنار، جاش مثلا دکتر علیزاده میاد. به من پیشنهاد بدید دیگه، به من بگید آقا پیشنهادتون کیه، جای آقای استیلی کیه. آقا یه سری از فوتبالیست‌های قدیم که هممون دوست داریم پیر شدن، توان جسمی ندارن. منی که گزارش میکردم دهه 60 و 70 پیر شدم، خب من چقدر دیگه میتونم اینجوری دوام بیارم؟ یه دهه، پنج سال، یه سال، دو سال. یه سری اسم اینجا هست چپ و راست میگیم. آقای مهدی مناجاتی عزیز آلزایمر گرفتن، خونه نشستن. چند تا از شما رفته سر وقتش؟ حالا شما نه، همین مطبوعاتی ها. آقا اینا برای مهدی مناجاتی ها و مالکی ها و علی جباری ها و علی پروین ها به نام اونان رسیدن. بنده از علی پروین چقدر انتقاد کردم، ولی علی پروینه جای شوخی نداره. علی پروینه. آقای عبدالرضای برزگری دوچار مشکل شد، چند نفر پست گذاشتن تو اینستاگرام میشه به من بگید؟ اما حالا طارمی بوشهر، بریم سراغ طارمی. آقا پهلوان زنده رو عشق است. ما تا فکر آینده نگری نداشته باشیم، ما تا فکر اصول و اساس رو نداشته باشیم، ره به جایی نبریم که ما قهرمانان خودمون رو میسوزونیم. ما نشریات زرد رو، فضای مجازی رو که دروغ میگند، ما میسوزونیم. آقا علکی خبر میذارن، علکی خبر میذارن و من و شما ورزشی میریم میبینیم. اما سالنیاک سعی میکنه علکی خبر نذاره. رفتم تو استودیوم چپ و راست میذارم. آقای رویندل مریض هستن، شما آقای میراخوری رو میفرمایید، آقای رضای امرزاشا، من میگم آقای نایب رویندل مریضن، تو بیمارستانن، نمیشناسن کسی رو. خب این نوای سرزش تجلیل بشه. آقای رجب فرامرزی که استای آقای رویندل بود در ولایت غربت، جان به جان آفرین تسلیم کرد. اینها ارزش های ما هستند. اینها کسانی بودند که زحمت کشیدن برای ما. اصلا سراغ مجید الوایی رو میگیرید، آقای کازرانی رو میگیرید، نصرالله عبداللهی رو میگیرید، بهداش فریبا سراغش رو میگیرید. ببینید این حرف هاست. من باز خواهش میکنم یوتیوب منو حمایت کنید، خدا شاهد نیاز به این دارم که یوتیوب رو حمایت کنید که بتونم برنامه سازی بکنم. با هر سلن کار پیش نمیره، با سند و تصویر هست که من بتونم برای شما خب برنامه بسازم و شما به اینه ببینید. کیومرس صالح نیا تو یوتیوب، این برنامه هم سیف میشه توش. اگر حمایت بکنید کیومرس صالح نیا رو تو یوتیوب، خب منم در خدمتتون هستم و سعیم میکنم. خب باید بتونم صدام به شما برسونم دیگه، پیامام به شما برسونم، خبرهایی رو که آقایون نمیخوان برسه برسونم. آقا عزیزان، پرویز قلیچخانی رو به قول یکی از دوستان که نوشته بود 20 سال آقای فردوسی پور نگفت اسمشو، پرویز قلیچخانی از یاد مردم رفت. من تورنتو بودم، دیدم مردم چجوری دورش رو جمع شدن.
بله بله همان جان. اما ببینید خیلی قشنگ براتون یه توضیح بدم، بعد بریم سراغ مهدی تاج و اسکوچیچ و نمیدونم واعظ آشتیانی و نمیدونم میرشاد کوچولو و حاج فتن و سردار عزیز محمدی، و اجازه بدید برم سراغ اون بعد. عزیزان دلم خوب توجه کنید، شما تا قبل از اینکه اسکوچیچ انتخاب بشه اصلا ریاکشنی از اسکوچیچ دیدید؟ تبلیغی برای اسکوچیچ دیدید؟ اسکوچیچ رو درودگر کرد رئیس فدراسیون سرمربی تیم ملی. منمی ازش دیده بودین از اسکوچیچ؟ اسکوچیچ که از سنت نف بعض ملوان و نمیدونم خونه به خونه و بعدم نورد اهواز و فولاد، من همش نورد میگم جام ترجم شید، فولاد اهواز و سنت نف، بعدم که داشت میرفت اصلا اسکوچیچ داشت میرفت، کیا نگرش داشتند غیر درودگر و عزیزی خادم آقای بهاروند؟ غیر از اینا بود آقای ویلموت نابود کرد، اسکوچیچ اومد نجات داد. منم نکرد. دیدید که تا منم کرد در برنامه فردوسی پور رفتن ترتیب شد. اسکوچیچ شما به من بفرمایید کی طلب کرد چیزی رو؟ این زبون بسته حتی برای دیدارهای تدارکاتی میچی نگفت، وقتی خیلی دیگه شهر شلوغ شد، بازیکنان اطلاعیه دادن و مطبوعات نوشتن و ما سخن گفتیم، و با این دفعه که اینجوری باشه من دیگه نیستم، یعنی من این اردو رو برگزار نمیکنم، باز استعفا نداد. حالا شما به من بفرمایید که اسکوچیچ چه گناهی داره؟ اسکوچیچ چه گناهی داره؟ گناه رو دلالا دارن، آقای درودگر داره، شایدم با آقای درودگر باید گفت دست در نکنه، برای اینکه اسکوچیچ انتخابی بود که تیم ما رو بالا آورد، تیم بی امید ما رو. خب آقای صفایی فرهانی رو نمیذارن، آقای شیوای عزیز، آقای صفایی فرهانی رو نمیذارن. ما داریم دائم چوب سیاسی بودن رو میخوریم، ما داریم چوب سیاسی بودن رو میخوریم. سیاست رو قاطی فوتبال ما کردند. چند سال گذشت، بلاتر و پلاتینی تبرئه شدند، حتی اونجا هم هست، اما مال ما افتضاحست. خب اسکوچیچ لای نداشت، اسکوچیچ نمیتونه تحمل کنه وضعیت سند نفت آبادانو، بگفت میرم. آقای درودگر میره صحبت میکنه، بعد از ویلموت هیچکی نمیومد، آقای دادکان هم خط سیاسی داره، آقای دادکان با اصلاح طلباز، فعلا دست آقایان تند راست، نمیاد دیگه، بیاد داغونش میکنند. دیدید که همش داره میگه، برگشت از این بیشتر میشد گفت، از این بیشتر میشد گفت که آقا یک روز بیاید اعلام بکنید که مخالفان ما بیان تو خیابون ببینید چه خبره. مگه نگفت فوتبال رو ترویج میکنید که مردم رو گول بزنند؟ مگه آقای دادکان نگفت؟ آقای دادکان و آقای ولایتی میره بعد از فوت آقای هاشمی رفسنجانی، جناحی که حاکم میشه میگیره دانشگاه آزاد رو، آقای ولایتی میشه اونجا، اولین کاری که میکنه آقای دادکانه میدازه بیرون. آخه همه چیز ما سیاسیه. آقا من فوتبالی که تو زندگیم از جورج بست و کنی دالگلیش و کوین کیگان و ایان راش و گرهارد مولر و یوهان کرویف و فرانک ریکارد و رودگولیت و فون بسین و هولزنباین و رودی فولر و یورگن کلینزمن و پاولو مالدینی و بجو میگفتم آقا من ذهن فوتبالیست،
خیلی از همین آقایونی که برای شما میان ادا در میارن، حرف فوتبال میزنن، اینا اصلا فقط تو روزنامه ها دیدن، الان هم تو یوتیوب میگردن ببینن که بتونن حرف بزنن. آخو جواد خیابانی میاد راجع به همایون بهزادی صحبت میکنه. آقا همایون 5 سال آخر مریض بود. ایران سوریه زمان دارشخان مصطفی، من بغل آقای مصطفی نشسته بودم. همایون خان با عموی من بهمن سالنیا رفیق بود. آقا فرق میکنه سالنیا. سالنیا وقتی خانوادهش فوتبالیه دائم با فوتبالیا در ارتباطه. سالنیا با فردین در ارتباط بود، با ناصر ملک بودی در ارتباط بود. نه سالنیا با فوتبالیا در ارتباط بود، اینا رو از نزدیک میشناخت. محمود خان خوردبینم بود، بازی اولی بود انتخابی، نمیدونم المپیک بود، بازی آسیایی بود، جام جهانی بود، یادم نیست. همایون خان اومد، من به احترامش بلند شدم. برای من همایون بهزادی تداعی پرویز قنیچخانی رو میکرد، شیرزادگان رو میکرد، بیوک جدیکار رو میکرد. بیوک جدیکار وقتی قهرمانی کشور میرفت، ایشون از خوزستان بود، پدر من از گیلان، عموی من رضا از گیلان، بهمن صالحنیا به عنوان دفاع وسط تیم گیلان، رضا صالحنیا هافبک قدرتی و جنگنده در وسط زمین، پدر من گوشه چپ گلزن گیلان و انزلی. آخه من بلا واسطه اینا رو میشناسم، من که از کسی دیگه نمیگیرم که بعد میاد این حرفا رو میزنه، دروغ به ناف مردم میبنده. خب همایون خان مثلا 10 دقیقه یه رو من اونجا نشستم، رو سکوها نشستم، بعد پلا رفتم پایین برای گزارش ایران سوریه بود، اشتباه نکنم، 10 بار من سلام گفت، هم خجالت میکشتم هم آخر به جان اومدم به محمود خان خوردبین گفتم آقا محمود چرا همایون خان انقدر سلام میکنه؟ آقا دهه 70 72 3 بود اشتباه نکنم. بعد آقای خیابانی 73 اواخرش اومد، 70 74 من به این فوتبالای صبح ورزشو میدادم. خب میاد از همایون خان بهزادی حرف میزن، آخه بچه تو موقع تخمه میفروختی، عادل فردوسی پور داشت دبیرستان میخون یا راهنمایی میخون. آخه چرا دروغ میگید آخه؟ آخه آقای فردوسی پور شما آقای علی دوستی از کجا میشناسی؟ علی دوستی تو 60 64 خداحافظ. بابا من ترانه علی دوستی رو انقدریشو دیدم، حمید علی دوستی یک فوتبالیست شیک منضبط آقا، مثل احمد سنجری، مثل خورشیدی، مثل علیزاده، مثل نایب آقا و و و و و مثل میرتوسی. آخو میگه دروغ میگه برای نسل جوان، به همین منو روانی میکنه. همینه که به صرافت افتادم کانال یوتیوب رو بزنم که بتونم برنامه سازی بکنم براتون. تمام فوتبالایی که از ملیه من باز گزارش خواهم کرد براتون، قدیمی های تیم ملی رو قبل از انقلاب، برای اینکه این بمونه. آقا نمیشناسند بازیکن رو، نمیشناسند کتی چی میشناسه کلاس 9 خونده، من چی بگم بهتون؟ آقا رفیق من آقای منوچهر سالیا بود، خدا رحمتش کنه، سند نفت آبادان، تیم جوانان خوزستان، کتی کیه؟ حالا برگردیم باز به همین داستان. پس من و شما نتیجه میگیریم اسکوچیچ نه سر پیاز بود نه تای پیاز. اسکوچیچ رو آوردن، اسکوچیچ هم حالا خدا یارش بود، به قول مجید خان بارز کلمه خوب گذاشت، قهرمان تصادفی شد، قهرمان تصادفی، تیم بالا رفت. من اعتقاد دارم تاثیرگذاری ایشون کمتر از 20% بوده. من اعتقاد دارم بچهای تیم ملی کیروش خب کارشونو کرد. من اعتقاد دارم کیروش قدرت جمع کردن تیم رو به شدت داشت و آقای اسکوچیچ این قدرت رو نداره. آقا ابراهیم قاسم پور، آقا دیگه و نمیشه که ابراهیم قاسم پور یه جا خوب بشه یه جا بد بشه. پرویز مظلومی 3 دوره بازی های جوانان آسیا، تیم ملی ایران، تیم جوانان ایران، تیم ملی ایران، یه جا خوب بشه یه جا بد. حالا گله میکنن پیشکسوت های استقلال، میگن آقا خودشون یه جوری میخواد نگه داره، حق طبیعیشه نگه داره، اگه نگه نداره کی یاد میکنه ازشون؟
شما از هادی نراقی مگه یاد میکنید؟ شما رو که میگم منظور مردم ها، مگه از هادی نراقی یاد میکنید؟ از جمشید راهفر یا همین حسین راهفر مگه یاد میکنید؟ از حافظ داونی مگه یاد میکنید؟ از فرامرز زبایی مگه یاد میکنید؟ از حیبی شریفی مگه یاد میکنید؟ از حسن نگارش مگه یاد میکنید؟ از نوین روزگار مگه یاد میکنید؟ از حمید فردلینیا مگه یاد میکنید؟ از اسکندریان و حسن نظری مگه یاد میکنید؟ آخو نمیکنید. ما ملت بیوفایی هستیم. میکروفون به جای میساقی دست من بشه، فالوور من بشه خدادا. همون ملتی که میگه ما صدا و سیمای جمهوری اسلامی نگاه نمیکنیم، دروغ میگن، دروغ میگن. اونا این حرفا رو نمیخوان که، اونا یه حرفا رو نمیخواند. خب من زنده و ظاهر فرانک ریکارد و رودگولیت و فونباسن و بارسی و نمیدونم مالدینی و اینا رو معرفی کردم. مگه از من یاد میشه؟ شما برخی از دوستان که زحمت میکشید قدیمی هستید با من همراهی. امروز دور دور پژمان راهبره، دور چیا فؤادیه، دور آهای میساقیه. چرا ما بایستی خودمونو گول بزنیم؟ قربون شما برم، ما ملت بیوفایی هستیم، ما ملت بیریشه هستیم، اصلا هم ریشه نداریم. ببینید دور خودتون، خواهش میکنم فردا که تشریف بردید برید چهار تا سوال بکنید راجع به مولوی، راجع به فردوسی، راجع به حافظ، راجع به سعدی، راجع به رودکی. بفرمایید میساقی 700,000 فالوور داره، سالانه 6 خورده. خب همینه، جوان چش فا کرده، فردوسی پور دیده، خیابانی دیده، یوسفی دیده، نمیدونم مزک میرزایی دیده. الان مزک میرزایی از این میکروفون کن رفت و میکروفونی که مخالف مردم هم چون مشکل دارند نگاه میکنن ایران اینترنشنال رو، ایشون مطرح شد. یک بازیکن متوسط القامه به اسم تقوی، حالا این میشونه کنارش، ایشون هم شده برای من تئوریسین فوتبال. دوران آقای دهداری وقتی اون داستان ها شد ایشون آورد. اینا شما جغدابور میشناسید؟ به من بگید میشناسید؟ سیروس ملک محمدی میشناسید؟ سیروس دی محمدی رو مثلا میشناسید؟ سیروس ملک محمدی رو نمیشناسید؟ آقا از زیای عربشایی یاد نمی کنن. حالا همه بند کردن بزنید استیلی رو. آقا آقا داداش عزیز، با حمید استیلی باید در حد حمید استیلی شما برخورد کنید. بله بروز جغدابور، شما باید در همون حد باش برخورد کنید. آقا حمید استیلی که دشمن شما که نیست، بیایم خودمونو بتکنیم. آقا بنده مخالف پولدار شدن حمید استیلی، علی دایی، فرشاد پیوست و و و و و و و و نیستیم. ما همینا رو میخوایم. ما نور دکور شبکه جام جم رو میخوایم، شبکه یک رو میخوایم، شبکه سه رو میخوایم. ملت ما پهلوان و زنده رو عشق هستیم، فرهنگ ما ایرانی هست. این قدم اصرار میکنم که منو حمایت کنید در کانال یوتیوب به این جهت. آقا میتونم برنامه سازی بکنم، من میتونم حداقل 90 دقیقه برنامه سازی بکنم. من میتونم با حشمت خان مهاجرانی بشینم خیلی حرفا بگیرم ازش، حرفایی که این آقایون اصلا نمیفهمن چون نبودند. شما ببینه عادل فردوسی پور متولد چه سالیه، چی بیاد داره از 1356 هفت. جواد خیابانی چی بیاد داره که همه پوشک میبستن که آقا ما سند داریم، روشنزاده زنده است. من برم آمریکا با آقای روشنزاده صحبت بکنم، با مجید خان وارث صحبت بکنم، چارت تاریخ بذاریم. جواد خیابانی چه جوری به خودش جرأت میده مثلا راجب آقای مبشر صحبت کنه، آقای تیمسار مکری صحبت کنه، استاد صدیقیانی صحبت کنه، راجب حسن آقای حیبی صحبت کنه. من حرفم اینه. پس اگر حمایت بشم، اگر کانال من بیاد بالا، قدرت پیدا میکنم بتونم برنامه سازی بکنم. بله عادل فردوسی پور متولد سال 53 است. آقای سلبریتی نیوز نوشتن
53 یعنی زمانی که تیم ملی فوتبال ایران رفت برای جام جهانی یک تیم از آسیا میرفت چون 4 سالش بود. اما سالرنیا 21 سالش بود. اینها هستش. این حرفا هستش که عمق فاجعه رو نشون میده. اطلاعات غلط میدن. دبی برادر حشمت خان به رحمت خدا رفته بود. ما رفتیم سرسلامتی تو خونه ایشون تسلیت بگیم. نازنینی رو دیدم. هوشنگ دیدبان. پای کارت جام تقدیم شد و من ایشون امضا کرده بود یکیشو. یکیشم آقای کامبیزاد باری. خب آخه اینا رو دیگه همت شماست که من رو حمایت کنید. همین الان 2 نفر دارم میبینن کانال یوتیوب منو. خب شما اگه حمایت کنید، اگه خبررسانی بکنید، من بتونم جمع جور کنم خودم و کمرایی بخرم، دوربینی بخرم، ادیتی بکنم، حداقل هفته ای یه برنامه 90 دقیقه 100 دقیقه برای شما بسازم. اون وقت بشینم آقایان رو نقد بکنم که اینا بی ریشه حرف میزنند. اگه دوست دارید البته. اگر میخواید این صدا خاموش نشه، وگرنه واقعا دیگه توانشو ندارم. حسین آقای کلانی من باش از کانادا صحبت کردم. بله آشجا همه باید از اول تاریخ باشن. اگه شما برداشته در این حده، بله همه باید از اول تاریخ باشن. شما تاریخ شفاهی دارید، شما تاریخ ویدیو دارید، فیلم دارید. 1910 رو از لس آنجلس بزنید، کالیفرنیا بزنید، سان فرانسیسکو بزنید، برلین بزنید، زاگرب بزنید، تو یوتیوب هست. ببینید. وقتش ندارم آقای شجاع، سهیل شجاع. وقتشو ندارم. خسته تر از این حرف هستم آقای شجاع. خسته تر از این حرف هستم. خسته هستم بارون شما برم. نه منفعت مالی دارم، نه منفعت پستی دارم، نه راندخارم. برای چی جواب بدم عزیز دلم؟ برای چی جواب بدم؟ جواب بدم که چی بشه؟ مملکت رو دارن میبرن اینا. فوتبال ما رو مزمحل کردند. به حمید درخشان 1,000,000 تهمت میزنند. به شاهرخ بیانی، به شاهین بیانی، به برادران فنوزاده. آقا اینا فوتبال نگرشتن تاتی تاتی رسوندن به شما. شما فوتبال کجا میتونستید ببینید؟ اینا اگر این فوتبال نگه نمیداشتن شما چه میکردید؟ از من بعید نیست آقا ارنزا، از من بعید نیست. وقتی میدونم واعظ آشتیانی کیه و چه میکنه، وقتی میدونم عزیز محمدی و حاج فتل بیان چه بلایی سر ما میارن، این دوتا بیسواد. کسی که تا تونست بازیکن فرستاد، آقای موسوی رو فرستاد، فلان فلان. نداریم. آقا شما بفرمایید که شما چویس دارید. میشد ماجدی کلاس اول ابتدایی فوتبال رو میخواید بفرستید؟ من دفاع نمیکنم. من گم ایشون شایسته تره. واعظ آشتیانی که ایران مال دستشه، میلیارد میلیارد، حتی برای تیمی که مدیر عاملش بود استقلال حاضر نشد بیاد جلو، هر دفعه اومد اینو محکوم کرد، اونو محکوم کرد، اینو زد، اونو زد. آقا شما اصل انتخاباتت دوچار مشکله. شما آدمی که سالم باشه، آزاده باشه رو نمیذارید بیاد، نمیذارید بیاد. بله به قول آمرتضای ما دکتر فتح‌الله‌زاده خویی همیشه هم میگفتیم مرتضا جان، آقا نمیذارید آدمی که سالمه بیاد، آدمی که وابستگی نداره بیاد. آقا شما کیو می انتخاب میکنید؟ آقا تاجو بذارید کنار، به من بگید کی میاد. بذارید اسکوچیچو من ببندم برسم اینور. خب برسم اینور. پس نتیجه میگیریم اسکوچیچ هیچ گناهی نداشت. ما نیاز داشتیم آقا. خب وقتی گزینش داریم، وقتی جناح داریم، وقتی دلالا میتونن پول در بیارن، وقتی که
پول دست همونایی هستش مثل آقای درودگر که ایشون معرفی میکنه. خب وقتی معرفی میکنه پول توشه دیگه. آقای سردار جلو میاد جلو دوربین، من جلوی دوربین های صدا و سیما بگن که دولتی ها باید برن. آقا تو خودت تو خرخله دولتی، تو رئیس دولتی ها هستی، تو دولتی چماق به دستی، تو جناح چماقی، همونایی هستی که لوله میکنیم، تو رفیق لوله کل دانشجویان مملکت من هستی، تو این آدم هستی. آقا لوله میکرد مگه؟ آقا دیدیم دیگه تو انتخابات، همه چی رو دیدیم، از آقای روحانی دیدیم، از آقای جهانگیری دیدیم، از آقای هاشمی طبا دیدیم. آقای حرف من نیست، اینه. میخواید جف بسازید، آقایون بیان، هاشفتل خویی بیاد، شوالیه با شمشیر چوبی، شوالیه پلی بیایید. آقا مبارکتون باشه، مبارکتون باشه، ما میشینیم گوشو نگاه میکنیم، مبارکمون باشه، بذارید این سیل این آوار رو سر ما بیاد پایین. باز مهدی طالب نایب رئیسه، مدت ها با کفاشیان کار کرده. آقا فرق میکنه، به والله فرق میکنه. آقا شما پاتون از ایران بیرون گذاشتید، آقا شما رفتید مجامع عمومی بین المللی که ببینید چقدر فرق میکنه. آقا بی ام و بشینید یا مرسدس بشینید برید توی اون مجامع، فرق میکنه. کوچلوار برندار بپوشید یا غیر برند بپوشید فرق میکنه. کفشتون اگر دستساز باشه فرق میکنه، لباستون فرق میکنه، نوع حرف زدنتون فرق میکنه، هتلی که میگیرید فرق میکنه، با ماشین تشریفات برید فرق میکنه، انگلیسی بلد باشید فرق میکنه. چرا علیکی شعار میدید؟ بعد میگید چرا مخالفان؟ مخالف عزیز تشریف بیارید، تشریف بیارید، تشریف بیارید اروپا. اصلا ببین به پاسپورت تو مهر میزنن که تو بیای. کی این بلا رو سر تو آورد؟ مگه شما کی هستید؟ تو هموطن نازنین من هستی؟ چرا نمیذارن؟ چرا نمیتونی بلیت قطر بخری؟ برای اینکه کردیت کارت نداری. چرا تو کردیت کارت نداری؟ به خاطر اینکه تو از چرخه جهانی دوری. کی تو رو از چرخه جهانی دور کرد؟ چماق به دستا و لوله کنا جیکم نمیتونی بزنی. چرا دروغ میگیم به هم دیگه؟ آقا نمیخوان، یه عده خاص باید بتونن، اون عده خاص باید اینو درست کنن، اونو درست کنن، اینو بخرن، اونو بیارن ایران، برن ماشین بیسیکو بیارن به جای فول بفروشن. اینه واقعیت. نمیخواد قبول کنیم، نکنیم. مبارکتون باشه، مبارکتون باشه. مرسی سامر سمیر، قربون تو برم. یادم نمیره مرتضی جان، سامر سمیر برگشتی تو جلسه عمومی شبکه 5 گفتی آقا ما چرا نباید انتقاد کنیم؟ چرا فقط آقای عادل فردوسی پور باید انتقاد کنه؟ مگه ما بلد نیستیم انتقاد کنه؟ چی گفتم بهت؟ گفتم بیشین سر جات، ادامه نده. خب ما رو به زور میشونند، به زور میذارند ذلیل باشیم، بعدم داخل کشور تبلیغات میکنن اله کردیم. آقا به من بفرمایید، آقای عزیزی خادم مگه قرار نبود 1,000,000,000,000 تومان بیاره؟ آقای حسن تی خیلی خوش آمدید، مگه قرار نبود 1,000,000,000 تومان بیاره؟ چی شد 5,000,000,000 تومان؟ مگه قرار نبود آقای آجولو بیاره؟ چی شد؟ آقا سلطانی فر وادار کرد، خدا اشهد بالله من نه پست میخوام بگیرم نه سفر خارجی، من خارج که هستم که بی‌انصافا، برای من چه جاذبه‌ای داره سفر خارج؟ کجا برم؟ آلمان که همین 2 هفته پیش بودم، هلند بودم، لیتوانی بودم، لهستان بودم، کانادا که زرد زرد میرم، بخوام برم آمریکا مثل آب خوردن میرم، کار میکنم از پول خودم میرم، پول خودم میرم،
زحمت کشیده خودم اون توشی از 4 سالگی، سال دیگه بازنشست میشم دولت کنده، من یه پول بخور نمیره میده اونم جمع بکنم، من خرج ندارم که. آخه من چه نیازی به آقایون دارم؟ ولی ببینید اینایی که دارن میگند اینها چی دارن میگن. آقا سلطانی فر گذاشت که کیروش ما رو تحویل نمیگیره، تحویل نمیگیره، سرکشی میکنه، این باید بره. دارم جواب همین قلبی و بدهکاری و اینا رو میزنم، جواب میدم. توجه کن آقای 14 17 آراد. خب وزیر بابا وزارت اطلاعات دستش تو جلسه که میشینه با وزیر اطلاعات میشینه، با آقایون میشینه. ایشون رفت سراغ لبتگی. لبتگی تموم شده بود، تموم شده بود لبتگی بیاد. زن بچه من جفتشون دارن کار میکنن عزیز، همه دخترم پسرم خانومم همه دارن کار میکنن، به همین سادگی. حالا من اگه کمکی بکنم کردم، نکردم اونا دارن پول خودشون میگیرن. کاری نداره که آقا 3 نفر تحصیل کرده ای کانادا، خانومم فوق لیسانس داره، پسر من سال دیگه فارغ تحصیل میشه، 60 کی طرفدار داره. خب دختر من امسال میره دانشگاه، 100,000 دلار فقط دولت کانادا بهشون خواهد داد، برای اینکه من اون پولی که دولت کانادا برای بچه ها میداد من براش اینوست کردم. امسال بره دانشگاه دولت کانادا قریب 100,000 دلار بهش میده. یعنی پدر فوت بکنه دختر رای خودش میره، حمایت دولت کانادا پشتشه. اینو گفتم که شیرفهم شه برای شما. خب من باید گلیم خودم از آب درارم، گلیم خودم که 5 ماه دیگه بازنشست میشم، زندگی میکنم، یه کاری هم میکنم، 1500 تا اونجا میگیرم، 3,000 دلار به سر میره، به پا میاد بنده که علی کازینو و نایت کلاب و اینا نیستم که، این همه سال بودم ایش که منو دیده. حالا من ایشون نمیفهمه، ایشون نمیفهمه. خب یه چیزایی رو انجام میده، نمیدونم بچه هست، نمیدونم جوانه، نمیدونم چی دری میداره، یه چیزایی میزنه. از این بعدم دیگه هیچ کدوم پستاش من نمیذارم، یه خودم اضافه کنه اصلا بلاکش میکنم. ببینید من که نونخور آقایون نیستم که مهدی تاج بشه، حاج فتل بشه، واعظ آشتیانی بشه، میرشاد کوچولو بشه. من پیشی هیچ کشی کم ندارم، خدایا شکرت. غرور ورزشی انزلیچی بودن من، اون رگ ترکی گیلکی من به من اجازه نداد که من نونخور کسی بشم. چاکر اهل علم، اهل دانش، پیشکسوت هستم، اصلا خاک پاشونم. اما من نمیتونم. سلام آقا مهدی عزیز، خیلی خوش آمدید. نمیتونم حق و ناحق بکنم. گوش بدید به سیستم کودتا علیه مهدی تاج که من همون موقع، اگر تصاویر اینترنتی رو پیدا کنید تو کانال آی تی سی یا در یوتیوب میبینید من چقدر انتقاد کردم از آقای مهدی تاج. ایشون تحت فشار سلطانی فر و قدرت‌های بالا دستن سلطانی فر نبود، از جای دیگه بهش دستور میدادن کیروش باید بره، ایشون داره گردن کشی میکنه، طرفدار داره پیدا میکنه، مردم حرف او رو به همه ما ترجیح میدن و اون نباید شخص اول باشه، یه غریبه نباید باشه. خب از این برم که دلالا منتظر دیگه، منتظر جواد تمساح که پیراهن میخواست بندازه به فدراسیون نذاشت کیروش. تو چلوی عادل فردوسی پور موزه گرفت برای پول، همون موقع گرفته بود از سایپا یه سری مغازه گرفته بود تو بزرگراه حکیم، خب نزدیک آریاشهر و نزدیک اون هایپر استار پشت پارکرم تو منطقه همین جواد خیابانی از سایپا. بذار بهتون بگم بدونید، اینا یهو یادم میاد میگم براتون، ببخشید.
دیگه ذهن من تا این حد یاری میکنه. حالا با توجه به این داستان ها، خب به توی تاج مون دیگه رفت کجا؟ رفت کجا با لبتگی صحبت کرد که لبتگی رو بیاره. لبتگی از شانس بد من و شمای عاشق فوتبال و عاشق مملکت میزنه، پدرش مریض میشه، تمام شده بود، قرار بود امضا بکنه، میگه آقا به من فرصت بده، من پدرم رو باید تیمار کنم. فشار سلطانی فر میره سراغ هرون رنارد. هرون رنارد میگه آقا من قرارداد دارم تا مثلا شهریور ماه سپتامبر بایستید شما تحمل بکنید. خبر رو که میده به آقای سلطانی فر، آقای سلطانی فر میگه آقا تو کجایی؟ من پیدا کردم. کجا؟ در صنایع دستی در هلند، نوگل نوگونچی به اسم ویلموتس میاره. باز ویلموتس خوب اومد، باز خوب اومد. ویلموتس اومده بود یه کاری بکنه، اومده بود شرایط دیده بود، زمین دیده بود، کارهایی که کیروش کرده بود ایشون دید و تایید کرد. حتی ارتفاع زمین چمن تمرینی آکادمی رو هم دید، نظر داد. اما ولکن اصلا مهم نیست، قربونت برم، نظر داد مهدی تاج که آقا ایشون اومده اینا رو گفته و میخوایم قرارداد ببندیم. خب وزیر ورزش پول و وزیر ورزش میده دیگه، اسپانسر گنده رو ایشون باید تلفن به وزارت صنایع، به صنعت و معدن، گل و گوهر هست، نمیدونم هزار تا شرکت هست، گفتن آقا امضا کن ما هستیم. اما پولی نداد. هی آقا این میخواد برا، آقا اینجوری ها، نامه نگاری با فیفا، هیچی نشد. آقای من یادم نیست کدوم بازی، آقای ویلموتس شب یکی این از بازی ها برگشت گفت آقا فردا من رو نیمکت میشینم، فردا بعد از بازی من مربی شما نیستم. هرچی اینا اصرار اون رد کرد و کرد و رفت و شکایت کرد. مهدی تاج تحت فشار ناراحتی قلبی، یعنی قیافش هم ببینید داد میزنه، مثل آج فتل نیست که میگه کرونا دارم بعد میبینید ساحل فلانه. دیدیم که مهدی تاج مشکل پیدا کرد، درخواست بازنشستگی، استعفا داد، قضیه پرونده ویلموتس هم در اومد. عزیزی خادم اومد بازی با عراق، آقای قادری میگم بازی با عراق، آقای عزیزی خادم، خب آقای عزیزی خادم توته رو زد تو رگ، وکیلی گرفت که این قضیه به این مهمی رو اون وکیل 19 صفحه نوشته. میدونید وکیلی که الان داره کار میکنه قریب 900 خورده فایل داده، احتمال داره که کس برگردونه داستان رو. سلام آقای ماین عزیز، ببینید خب وزیر که زیر پاتو خالی کن، پولو بهت نداد، تو موندی جلوی این جامعه فوتبال. ویلموتس هم که اونجوری، عزیزی خادم که گفت الان وقتش انتقام اون سری که انتقام نشده اما بگیریم ازش، و گرفت. مهدی تاج شد سکه یه پول. آه شده بالله، من باید راست بگم دیگه، من اون چیزی که دیدم باید بگم دیگه، من که سالهاست ایران که نیستم، که من اون چیزهایی که دیدم، حرفهایی که شنیدم، بالاخره فایل درست کردم، بالاخره دنبالش رفتم. مهدی تاج رو زدن، نابودش کردن. البته من با مهدی تاج بزرگترین مشکلی که داشتم حضور ساکت بود، که الان داره مثل ریک خرج میکنه، گومیسه میخواد بیاره، رامین رضاییان آورده فلا. آقا پول کی آوردی؟ آقا فولاد سپاهان مال ملت ایرانه، نه مال ساکت. سپاهان باید بهش برسه، ملوان برسه، نساجی برسه، حتی نساجی که وارشو داره، که امیرخان قلعه‌نویی هم اونجا هواپیما داره. ببینید اما
اما خدا رو ببینید، تیمی که چید، هیئت رئیسی که چید، علیه خودش شدند. اون آقای سراجی از سایپا که مرکز فتنه فوتبال ایرانه، سالها سایپا مرکز فتنه فوتبال ایرانه، از دولتی شروع شد که سایپا رو کرد بانک مرکزی. خب آقای سراجی قرار بود بشه رئیس فدراسیون، بعد هیئت رئیس رو ردیف بکنه و تو مجمع هم رأی بیارن و بشینن سر حکومت. آقا میزنه لنگشون میره هوا. کی میاد؟ کیو بذاریم؟ کیو نذاریم؟ آقا اون پیاده پیادن. پیاده پیادن رضایت میدن میرشاد ماجدی، فوتبالیشون میرشاد ماجدیه. بعد احسان اصولی که خودش از رانت کیا برده تو فوتبال ما مطرح شده. خب سلام امین خانشی، واخر خوش آمدید. ایشون میاد میشینه سر قضیه، حالا هم چپ رو حرف میزنه. آقای اصولی تو کی هستی که حرف پرویز مظلومی رو رد میکنی؟ حرف ابراهیم قاسمپور رو، حمید استیلی رو رد میکنی؟ میرشاد ماجدی تو توی همون جلسه از طریق فضای مجازی حضور با دوربین کامپیوتر حضور داشتی، تو حرف اینها رو قبول کردی، چطور جلسه بعدی میذاری اسکوچیچ بنده خدا که گفتم براتون ادله آوردم که چه کاری نبوده، کاری نبوده این بنده خدا، ایشونو بر میدارید. ابراهیم قاسمپور با این گذشتهشو میایید له میکنید، تو جلسه بعدی کمیته فنیتون رو نابود میکنید. آقای مؤسس یعنی پنبه، آقای ابراهیم قاسمپور پنبه، حمید استیلی پنبه، نادر عزت‌اللهی پنبه، پرویز آقا بیاید تجربه فوتبالی اینا رو بذارید. گرچه هستن خیلی هایی که نسبت به خیلی هاتون جمع میتونستن مفیدتر باشن و تجربه بیشتر و سواد بیشتری داشتن، همه شونو میزنی برای اصولی یا با خانم شوره موسوی؟ خجالت بکش میرشاد، تو داری بندبازی میکنی، میرشاد تو داری بندبازی میکنی، اینقدر آب و گلالود میکنی. مهدی تاج رو با این دیدید دستیار بابک زنجانی مدیر چند ماهه راهن چیا گفت؟ آقای از طرف ملت بیانیه میدند چون مهدی تاج باید محاکمه بشه، باید چی بشه؟ برید اصل قضیه رو بشینید ببینید چی بوده، ببینید داستان قضیه چیه. از وسط راه رسیدید دارید میزنید که آقای میرشاد کوچولو بشینه رئیس فدراسیون بشه، باندشم بذاره الله محمد یا علی، بریم دور همی دیگه. مهران مدیری که برای خودش تو صدا و سیما دور همی داره، میرشاد کوچولو اینجا دور همی داره، یا علی. حکایت صحبت‌های امروز آقای داورزنی دیشب بود، امروز بود، چی بود؟ آقا اومده حقوق مربی تیم ملی رو میگه ما جوری برنامه‌ریزی کردیم که جوانان متخصص مملکت ما در مسائل هسته‌ای و دفاعی اینقدر حقوق میگیرن، اینا هم اینقدر حقوق میگیرن. آقا قیمت یک دکتر، یک پروفسور، یک مهندس، یک استاد دانشگاه در دنیا مشخصه، نخبه‌هاش هم مشخصه، هیچ ربطی هم به کارلو آنچلوتی نداره، به پپ گواردیولا نداره، به یورگن کلاپ نداره. آقا نداره آخه، شما چی و با چی مقایسه میکنید؟ آمپول زنه میرشاد کوچولو، ایشون تو سواحل تایلند که اونجا رفتون مترجم بشه شد دکتر، آمپول میزد، اما آمپولش یه چیزی بود. بله داورزنی امروز برنامه ورزشگاه. آقا تو می مربیای توی ملی رو میسنجی با جوانان هستی، تازه تو کی هستی از طرف اون حرف میزنی داورزنی؟ تو برای دخی جونت تو آمریکا حقوق استاد دانشگاه رو میفرستی؟ آره دخی جونت دلار خرج میکنه، اگه ما 3000 دلار هزینه داشته باشه 90 خورده میلیون میشه،
قریب 100 میلیون. تو باید دخیجون چیکار است تو کانادا؟ تولیدیه که صاحبش در آمریکا همسایه اونجا هستش، پیرهن تیم ملی والیبال با اون میدی، تو خودت با مرحوم یزدانی خرم یکی میکنی، تو هم مثل آجون مثل آجلو آجون های قدرت اومدی، تو با لوله کردن مردم اومدی، مجری میترسد تو، مجریان میترسند تو، تهیه کننده ها میترسند تو، مثل قاضی زاده هاشمی که رسما دستور داده به صدا و سیما، اینی که نه سر پیازه نه ته پیاز، خب نه سر پیازه نه ته پیاز، قاضی زاده هاشمی عضو کمیته ورزش مجلس نیست، آقا ایشون رسما دستور داده مهدی تاج بکوبید نابود کنید، ملت بدونید مهدی تاج اصفهانی بنده سالمی ها حداقل 10 سال از ایشون بزرگترم، کسوت من کجا مهدی تاج کجا، ولی تو اینا اصلح ترینه. آقا مهدی محمد نبی رو من چند دفعه انتقاد کردم، به خودشم گفتم بهشم رسیده چند دفعه، ولی مهدی محمد نبی رو من زمان دادکان میشناسم. خب نمیتونید شما با حاج فتل مقایسه کنید، نمیتونید با واعظ آشتیانی مقایسه کنید، نمیتونید با میرشاد کوچولو و نایب رئیسی که معرفی کرده و درودگر نایب رئیس دومیشو مقایسه کنید. حالا این فاجعه رو میخواد مبارک باشه. فقط به من بگید آقای قاضیزاده هاشمی چی کاره است؟ قاضیزاده هاشمی چی کار است؟ ایشون چه تخصصی داره؟ آقا همه قدرت دارن، مدیر شبکه ها چاکرن، میان میشونن، حرف میزنن، عدله میارن، شما به من بگید که چقدر از عدلشون درسته؟ فقط پورهیدری خدا بیامرز نبوده عزیز من، آقا رضا ایشون زیرا به ناصرخان رو زد، این آقای حیرانی برید پستاشو ببینید، ایشون کار میکرده اون موقع، ایشون حتی با امیر قلعه‌نویی مشکل داشت. درودگر اهل پول قربونت برم، درودگر هر جا پول باشه هست. من یک فریم به درودگر تو دورانی که تو فوتسال سرکلش بداشته یک فریم تصویر ندادم. آقای محبتی هست تنگ کننده یه برز شبکه تو، ببینید یک فریم اجازه دادم درودگر حرف بزنه، دکون باز کرده بودم، دکون باز کرده بودم. درودگر مگه دست راست هدایتی نبود؟ آخه چرا میذارید من باز برم تو غیبت؟ آقا درودگر دست راست هدایتی بود، آخه کبوتر با کبوتر باز با باز دیگه. بله عضو شورای نظارت صدا و سیما، خب حالا بیام به هم بگید کدوم مدیر شبکه میثاق کوچولو میتونه خلاف این عمل کنه، برنامه ورزشگاه میتونه خلاف اون عمل کنه، لیگ برتر میتونه خلاف و کارو دستور رو عمل کنه، عرض به حضور شما که خبر صدا و سیما میتونه علیه او عمل کنه. قاضی زاده هاشمی است اومده، ایشون ناجی افسانه است، باند خودشو بیاره و بعدم تشریف ببره جام جهانی و المپیک و بازی های آسیایی رو. علی کریمی، علی کریمی فدایی بشم، امثال زنجانی افتخارشونه، افتخارشونه هدایتی، زنجانی، ایکس، ایگرگ، زد، وای، کنار کریمی، کنار علی دایی عکس بگیرند. نگید به من افتخارشونه، راحتون کن. به اینا توجه کنید، به اینها خواهش میکنم توجه کنید. همینجور کتره ای نگید مهدی تاج دزد بوده، برد ضربه زد. آقا همین پولی که الان طلب داریم ما، همین پولی که الان فیفا طلب داریم ما، اصل زحمات همون کیروشه. مهدی تاج من خبر دارم، حالا نخواهید بهتون بگم کانال موثق من کجاست، که به فیفا گفت آقا پولی که ما ازت طلب داریم بده به آقای ویلموتس، این شکایت کرده، پیش تو هم شکایت کرده، داره میره کس نداد. بعد عزیزی خادم میاد میگه دانش بنیان هستم من،
هزار میلیارد تومان میارم، اون یکی که میاد میگه آقا دولتی ها رو بریزید کنار، من 5000 میلیارد تومان همین الان ثروت داره فوتبال ملی ما. آقا تمام این دروغ‌ها، این رانت‌خارا، این لولوکونا، همشون قشنگ نگاه کنید همشون یکی هم. به من بگید. ببینید عزیز من، این اسامی که نوشتی آقای محمد رضا محبی، من مدیر گروه بودم، اونا مجری بودم، قربونت برم. یه مجری چجوری میتونه از این مدیر گروه، از یه قائم مقام شبکه حمایت کنه؟ مجری تازه اونا از خداشون بود که من برم جا براشون باز بشه. حالا نذارید این چیزایی رو من بگم دیگه. من تعیین میکردم که کی چطور کجا چجوری گزارش کنه، حرف بزنه، و اونا اصلا میخواستم من نباشم. آقا شما بنده رو در مهمانی استقلال دیدید، در مهمانی پرسپولیس دیدید، در مهمانی تیم ملی دیدید، در ضیافت فلان دیدید، شنیدید؟ نه، صالح نیا ورزشی بود، رانتخار نبود. صالح نیا شب بیخوابی میکشید، برنامه میساخت، دوزار از صدا و سیما پول میگرفت و همون پولم برای من برکت داشت. چرا؟ چون من هر چیزی نبودم که مثل همین الان که چون دیر اومدید، من کلی توضیح دادم، حالا تو یوتیوب سیف میشه، اونجا نگاه کنید. بازم خواهش میکنم لطف کنید کیومرث صالح نیا تو یوتیوب رو حمایت کنید، دست من باز شه، وگرنه دیگه دارم میبرم با اینستاگرام و این فضای مجازی که این روزها دست نامرداست، دست باندباداست، پول دارن، نوچه دارن، جوان بیکار دارن، دوزار میدن حمایت میکنن، میرن از 10 تا اسم 20 تا اسم، این یکی میشه بتا، اون یکی میشه متا، اون یکی میشه مدرن، این یکی میشه پسرفته، اون یکی میشه تاریخ، حمایت میکنن اصلا و یه حرف رو میزنن با ادبیات متفاوت، جوان میسازن، مهدی تاج که توی گنده تر از اونم میزنن میزنن، اصلا شک نکنید. تمام این سیستم، نه وایز آشتیانی میتونه کاری بکنه، آجرلو که فهمید روزا پس اصلا نیامد. خب به میرشاد ماجدی میرسه. میرشاد سرپرستیه که خودشم کاندید شده، خب سرپرستیه که خودشم کاندید شده، مجمع رو تو دستش داره، هیئت ها رو تو دستش داره، وگرنه برای من هیچ توفیری نمیکنه. او شده بالله، او شده بالله، او شده بالله. منو ببخشید، شاید امشب خوابیدم بلند نشدم با این وضعیت قلبی که دارم، با این شرایط تنهایی که دارم، دور از خانواده دارم زندگی میکنم. باور میکنید من 4 سال یک غذای خانگی نخوردم؟ باور میکنید؟ آخه ما انسانیم دیگه، روزگار دیگه، روزگار ما رو سیاه کردن. آی محمد رضا این چه سوالیه میکنی؟ آخه این تیم ملی مردمه یا تیم جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی نظام حاکم بر مملکت. خب نمیخوای برو برش دار، این یک. دو، شما از تارمی بهتر داری، از سردار آزمون بهتر داری، از حاج صفی بهتر داری، از جانبخش بهتر داری، از شجاعی خلیلزاده و کنانی زادگان بهتر داری؟ آره شاید ما تو دو دفاع کنارا مشکل داشته باشیم. از قلی زاده بهتر داری؟ آقا نگید اینجوری دیگه. من دوست ندارم وطن فروشی رو. آقا من وطن فروشی رو دوست ندارم. درست میگی آقای بگریفام. ببینیم ساعت چنده، خیلی صحبت کردیم. من حرفم اینه عزیزان من، ذهنتون رو به کار بندازید. گل، خبر ورزشی، سایت ورزش 3، فرهیختگان و چند تای دیگه همزمان دارن تاج رو له میکنن. اصلا تاج رو له کنید. آقا فردا باید جوابگوی ملت باشه. اینا میمونه، اینا میمونه. میرشاد کوچولو قرار بود بره لیگ 1 سرپرست یک تیم بشه. ببینید چه جوری اینا آوردن، کیا پشتشن، چه جوری داره کار میکنه. یه روز قطره، یه روز اماراته، یه روز فلان جاست. این بچه
اینقدر شهوت مطرح شدن دارن. میخواید من براتون مثال بزنم؟ با حفظ احترام آقای میثاقی، ایشون میثاقی دومه، ایشون میثاقی دوم. نه آقای موین دیگه نمیرسم، من یوتیوب دارم میرم، از اون طرفم دارم در اینستاگرام میرم و دیگه نمیرسم، دیگه یه نفرم. منانم عرض کردم که منو تو یوتیوب هم تنها نذارید، اگر میخوای صالح نیایی باشه ادامه بده، برنامه سازی بکنه، باید کمک کنید یوتیوب من بیاد بالا که من بتونم برنامه سازی بکنم، وگرنه یک ساعت و نیم حرف زدن دیگه به خدا جونی نمیمونه. البته یک شنبه شبم با صفحه هفت شنبه با آقا یاسر من قرار شده 9 شب، یک شنبه شب 9 شب در خدمت ایشون باشیم، ولی یوتیوب من نقطه کلیدی منه، یوتیوبم باید بیاد بالا و انشاءالله اونجا من بتونم کارهای انجام بدم. کیومرس صالح نیا، KIOMARS SALEHNIA، کیومرس صالح نیا تو یوتیوب. وگرنه دیگه خسته شدم، دیگه خسته شدم. خب یک سال اندی دارم میگم، بالا اینو گفتم پایین اونو گفتم، آقا من که نمیخوام برای خودم پست بگیرم، که من میخوام راه صلاح برای مملکتمون باز شه. علی دایی رو من 100% بهترین آدم برای ریاست فدراسیون فوتبال میدونم، نه برای مربیگری ها، اصلا قبول ندارم علی دایی برای مربیگری. ایشون یه اتوریتی داره، یه شخصیت داره، یه نام داره، مجامع عمومی میشناسن، مجامع بین‌المللی میشناسن. همونی که گفتم وسطای کار گفتم که آقا فرق میکنه با چه ماشینی شما برید، با چه لباسی برید، با چه هیبتی برید، با چه نامی برید. علی دایی سند برای فوتبال ما، بهترین جا برای علی دایی فدراسیون فوتباله، رئیس فدراسیون فوتبال. اون وقت فوتبالی های اندیشمند رو جمع بکنه تا دیگه اسکوچیچ درودگر به ما نندازه، بعد نیم بحران درست کنه. برش داشتیم تمام کمیته فنی رو همه رو زدن کنار، به اون کمیته فنی میگن نظر بده، بعد میگن چون کامرانی فر، آخه کامرانی فر تو اندازه یک کی هستی؟ احترامات واجب ها، ولی تو با قاسم پور خودتو معرفی میکنی، تو با مظلومی خودتو معرفی میکنی. آقای علی دایی علم مدیریت داره، کسی که تو بیزنس جیب خودش، خوب گوش بدید، کسی که برای جیب خودش کاسب شده، برای جیب خودش کاسب شده، لوز نکرده، یعنی از دست نداده، یعنی آورده بالا، پنتهاوس داره، چی داره چی داره، پولی رو که علی دایی میگره و فوتبال خوب کاری کرد، اینوست کرد، سرمایه گذاری کرد، آورد بالا. اینه داستان. با آقای یاسر یک شنبه شب آقای خراسانی من لایف دارم. ببینید کسی که خودشو میتونه بیاره بالا، پول در بیاره، با آجلو فرق میکنه که از جیب دولت و از جیب قالیباف از شهرداری تهران و لوله بکنه و پول ملت رو بگیره به خرج بکنه. سلام آقای رسول خان از میسمی عزیز از دوسلدورف آلمان، خدا نگهدارت داره. آقای میثمی این کانال یوتیوب ما رو حمایت کنید، کیومرس صالح نیا در یوتیوب. اساسنامه اینو نمیگه آقا محمد، کدوم اساسنامه اینو میگه؟ همون اساسنامه که آقای میشد کوچولو داره میاد، این اساسنامه کدوم اساسنامه است؟ عزیزان دلم حرف زیاده، بقیه حرف اجازه بدید خسته شدم. خب قربونت برم آقا میثمی، فداشم به دوستان ایرانی در دوسلدورف آلمان هم سلام و عرض و ارادت منو برسونید، انشالله که خدا پشت و پناتون باشه و انشالله که
بتونیم به همراه هم دیگه یه کاری انجام بدیم. اینقدر یوتیوب میکنم برای این است که بتونم برنامه سازی بکنم، اینجور متکلم وحده نباشم، یعنی درخواست بکنم مثلا از آقای شاروخ بیانی یه سری تصویر یه سری سوال بر من بگه، آقای الهامی بگه، آقای نصرت ایران دوست بگه، آقای غفور جهانی بگه، از حضور شما اون طرف حشمت خان ماجرانی بگه، این طرف کوروش خان تیسر بگه، آقای رامین کیایفر بگه، رضای آبدیان بگه، دوستانی که در دنیا هستند. خب من میخوام این برنامه سازی رو بکنم. اگه دوست دارید چیزهای دیگه بشنوید و خلاف این دزدای بی سوادی که فقط برای جیبشون صفحه درست کردن، ما در خدمتتونیم. اگر نه اینکه ما میام شواش دیگه بایستی مرخصیم، برای که اینقدر دیگه گفتم خسته شدم، نه درآمدی دارم، وقتم رو میگیره، مطالعه میکنم، آیت ما رو ببینم، مثل اینکه مثل شما من تو ایرانم، در یه روز آلمانم، یه روز کانادا هستم، یه روز لهستانم، یه روز لیتوانیم، یه روز دبیم. کیومرث صالح نیا یوتیوب، خب تو همین پست قبلی من زدم، خب زدم، حالا سعی میکنم تو این لایو اگر سیو بشه من این کار رو انجام بدم. کوروش تجسد یه بچه خوشتیپ، کلین، مؤدب، آقاست. نادر میراحمدیان از تورنتو، آقای فردلینیا از تورنتو، یه سر میری تو آمریکا تا دلتون بخواد هست. آدم های ارزشمندی ما داریم، باید اینا استفاده بکنیم. اینا یه عده بیسواده گرفتن، یک باند مافیا درست کردن، تیم بین خودشون میچرخونن، فوتبال ما رو میچرخونن. میساق جونم که قرب مسلقه شون میره و یعنی خسته شدم، قربون شما برم. اول اجازه بدید من خداحافظی بکنم با یوتیوبیا، بعد از شما خداحافظی بکنم، چون یوتیوب داستانش فرق میکنه. حالا